السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. شام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. از خداوند متعال میخواییم که این توسل ها و توجه ها و ابراز محبت ها و بزرگ داشت شعائر دینی را از همه عزیزان به احسن وجه قبول بفرماد و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را شفیعه ما در همه مراحل دنیا و در مواقف آخرت قرار بده. موضوع بحث ما در این شبها فلسفه اهتمام و توجه به شرایع ظاهری، آداب ظاهری، مثل مسئله پوشش و حجاب در مکتب تربیتی اسلام بود. در شبهای گذشته بررسوندیم که از منظر مکتب تربیتی اسلام انسان صرفاً یه سری بروزات گفتاری و رفتاری نیست. انسان یک عمقی داره که از اون عمق این گفتارها و رفتارها بروز و ظهور میکنه در ساحت بدنیش. به تعبیر قرآنی اون حقیقت عمیق انسانی رو با واژه‌هایی مثل قلب یا فؤاد ازش یاد میکنه. الا من اتى الله بقلب سلیم، لهم قلوب لا يفقهون بها. گاهی از اوقات نفس میگه، گاهی از اوقات لب میگه. حقیقت انسان فقط لایه جسدانی و بروزات ظاهری نیست، یه چیز عمیقی وجود داره که اون حقیقت عمیق خودش رو در ساحت‌های مختلف بروز و ظهور میده. لذا از منظر مکتب تربیتی اسلام حقیقت رشد، حقیقت تربیت برمیگرده به اون تحولات بنیادین قلب، تحولات بنیادین اون جوهر شناختی عمر وجود انسان. با همه این که از منظر مکتب تربیتی اسلام و از منظر بزرگان معارفی ما، حکمای ما، اصل انسان اون قلب، اون جوهر شناختی عمیق ساحت انسانیه، ولی تقریبا همه قبول دارن که تربیت از ظاهر شروع میشه و به لایه‌های عمیق منتهی میشه. تربیت از حوزه اعراض شروع میشه و به تحول در جوهر منتهی میشه. بله، اصل مسئله اونجاست و
ولی آغاز تربیت و رشد از سطح ظاهره. لذاست که در آموزه‌های دینی شما مشاهده می‌کنید امام صادق علیه السلام یک رمز تربیتی خیلی عالی مطرح فرموده، فرمودن که این یک نمونه است، یک قاعده کلی به ما میده. می‌فرمان این لم تکن حلیمن فتحلم، این اگر دیدید که یک کرامت اخلاقی مثل بردباری را، حلم را ندارید، چیکار باید بکنیم؟ فتحلم، خودتون رو به حلیم بودن، با حلم بودن و بردباری بزنید. این توجه داشته باشید، این که میگه شما خودتون رو بردبار نشون بدید مسئله تظاهر و ریا نیست، چون دو مدل کار ما داریم. یه وقتی یک ظاهری نشون میدیم برای اینکه وانمود بکنیم ما این رو در ناحیه عمق داریم، این میشه ریا. و انسان در این مسیر هرچم پیش بره به منجلاب تاریکی ها بیشتر فرو میره، معنویت نداره، جوری داره وانمود میکنه که در باطن من معنویت پره، این میشه ریا. ولی تظاهری که به انگیزه شکلگیری عمق در انسان انجام بشه، این نه تنها هیچ عیبی نداره، یک راهکار بسیار عالی برای تحول درونی انسانه. انسان شجاعت نداره، در تعبیرات دینی هست، نه با این لفظ، انسان خودش رو به شجاعت بزنه. امیرالمومنین می‌فرماد هر کاری که ازش ترسیدی خودت رو درش بینداز. وقتی از یه کاری میترسی، احساس میکنی که خیلی پر مخاطره هست، جوانبش رو فکر بکن. ولی اون لحظه آخر میبینی که هیچ مانعی نیست جز ترس، اونجا خودت رو در داخلش بینداز. در جنگ صفین وقتی که محمد ابن حنفیه رو میفرستاد برای در واقع مبارزات اینها، یه لحظه احساس کرد که محمد ابن حنفیه خوف برش داشته، حضرت فرمود دندوناتو فشار بده. یعنی با این رفتارهای ظاهری، با تلقین، از ظاهر شروع میشه ولی یواش 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 در لایه‌های عمیق‌تر وجودی ما رسوخ میکنه. اگر برسه به اون جوهر عمیق نفس ما و او رو متحول بکنه، اون وقت اصلا به نحو بسیار طبیعی بروزاتش در سطح جسدانی و پیکر مادی ما ظهور پیدا میکنه. ببینید این بچه ها چجوری زبان یاد میگیرن. ابتدا سطحیه، کلماتی رو میشنوه، رفتارهایی رو میبینه، ابتدا سطحیه، یواش یواش به مرور زمان این وارد لایه‌های عمیق‌ترش میشه. اینقدر این زبان آموزی عمیق میشه به گونه ای که اصل جوهر شناختیش متأثر از اون تعلیم میشه. وقتی اون اصل جوهر شناختیش این اتفاق براش بیفته، دیگه بیان کلمات به تعبیر علمی رویه و تروی نمیخواد. اتفاقا اگر فکر بکنه که چجوری داره حرف میزنه، کار رو خرابتر میکنه. یعنی به گونه ای زبان در عمق شناختی او عجین شده، به راحتی تکلم میکنه، لایه به لایه در عمق جان او نفوذ پیدا کرد. چرا ما در یکی از این شب ها عرض کردم، چرا ما یه سوالی برای ما پیدا میشه، خیلی از اوقات چیزایی میدونیم، خیلی از افراد خیلی چیزا میدونن ولی در عمل بسیار نازلن. چرا؟ برای اینکه این شناخت تبدیل نشد به اون جوهر شناختی. او شناخت سطحی ذهنیه، یه چیزایی رو حفظ کرده. حتی حضرت امام میفرماد ممکن است کسانی علم توحید را درس بدن، استدلالهاشو بلده،
استدلال های این که ما نظام هستی ضرورتاً تحت اشراف یک عقل غیر متناهی کنترل میشه، اینا رو شو در آورده، استدلالاشو در آورده، اما در زندگی شما تحولی احساس نمی کنی. چرا؟ چون غرق در این اصطلاحات مقاله ارائه بده، بحث ارائه بده، اشکالات دیگران رو دفع بکنه، توجه نداره که به چه چیزی الان داره استدلال میکنه. این باید از سعد حضرت امام در آثارش مرتب میفرمان کسانی که استدلال های توحید رو دیدن، بعد از اون باید این رو وارد بر قلب خودشون بکنن، وارد بر قلب. چرا مسئله این که زمانی هر یک از ما که اینجا نشستیم قطعا به سوی اضمحلال بدن مادی ما منجر میشه و مسئله مرگ برای ما پیش میاد، چرا برای ما اینقدر سطحی عمیق اثر نمیذاره؟ آداب دینی که در این قسمت داریم، نمیدونم وصیت نامه بنویسید، کفنی تهیه بکنید، در تشییع جنازه ها شرکت بکنید، هر هفته در قبرستان حاضر بشید، به تعبیر بزرگان یک بعضی از این قبرهایی که خیلی مندرس هست تو اونجا بشینید نیم ساعت تأمل کنید، اینا برای چیه؟ بسیاری از تأملها و تفکرهایی که در دین خیلی توسعه شده برای هضم کردن دانسته‌های خیلی روشن است در عمق جان ما، یعنی اون جوهر شناختی ما متحول بشه. اتفاقات باید اونجا بیفته، رشد باید اونجا بیفته، تربیت باید اونجا بشه. در آموزهای دینی ملاحظه بفرمایید، گناه بده، آثار بدی در انسان داره، ولی اونی که فریاد اولیای الهی بلنده، میگن آقا اصرار در گناه نورزید، گناه یک بار دو بار سه بار این زود رفع رجوع میشه، ولی وقتی انسان اصرار در گناه داشته باشه این به تحولات عمیق وجود او منجر خواهد شد، این به خدای نکرده در اون نقطه اوجش به اون تحول جوهر شناختی عمیق ساحت قلب و لبش منجر میشه. آیه قرآن رو نگاه بفرمایید، ثم عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات الله. شما با کسی آشنا بودید، آدم خوبی بود، یواش یواش رفت سمت گناه، آلودگی ها، بعد از مدت ها میبینید، مشاهده میکنید، باش صحبت میکنید، میبینید میگه همه اینا اصلا افسانه و خیاله، تا حالا داشت بحث های فلسفی فکر میکرد، مطالعه کرد؟ نه، نتیجه آلودگی های ظاهری و اصرار در این آلودگی ها لایه های باطنی رو تحت تأثیر میذاره، اون عمق شناختی رو عوض میکنه. روایت رو دیدید دیگه، میفرما دروغ اونچنان ایمان رو میخوره که آتش هیزم رو میخوره. دروغ رو ببینید، یه چیز سطحیه، انسان در لفظش دروغی میگه، ممکنه اول خیلی عمیق هم نباشه، ولی ببینید این با باطن او چی کار میکنه، با ایمان او چی کار میکنه، با شرافت انسانی او چی کار میکنه، اون جوهره رو عوض میکنه. ثم عاقبت الذین اساءوا السعیا ان کذبوا بآیات الله. اول اینجور نبود، فقط گناه بود، ولی گناه 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 گناه، اصرار در گناه، حالا داره تکذیب آیات الهی رو داره میکنه. تربیت درسته که به تحول جوهر بنیادینه، ولی تحول از ظاهر شروع میشه، لذا توجه به شرایع، لذا توجه به آداب ظاهری، توجه به پوشش، توجه به نوع خوردن اهمیت بالا داره، توجه به حجاب اهمیت بالا داره، نه به انگیزه این که صرفا ظاهر ما اینجوری باشه، نه، این تربیت درست نیست.
ولی به انگیزه اینکه اینها در لایه‌های عمیق وجود انسان رسوخ پیدا بکنه. لذا عرض کردم مسئله نیت خیلی مهمه، لذا توجه به این آداب به همراه معرفت خیلی زود اون ذات رو متحول میکنه. اینا خیلی اساسیه. خیلی بحثا در این خصوص وجود داره، خیلی پرسشام هستش که باید دنبال بشه، اما اون چیزی که من امشب میخوام این نکته رو عرض بکنم این هستش که تقریبا همه اون چرا که در ارتباط با مسئله انسان به نحو فردی در حوزه تربیت و رشد مطرحه، در حوزه جمعی و اجتماعی و جامعه هم مطرحه. حالا راجع به این که حقیقت جامعه چی هستش بحث و گفتگوهای فلسفی میان فیلسوفان فراوانه. حقیقت جامعه چیه؟ آیا منحل به افراد میره یا خودش یک حقیقت مستقل دیگری داره؟ خیلی بحث اینجا وجود داره، من نمیخوام وارد اینها بشم، اما برای اینکه یه مقدار این فضا روشن بشه و هویت جمعی روشن بشه میتونیم به این نهاد کوچیک خانواده توجه بکنیم. ببینید این نهاد خانواده، شما وقتی در یه خانواده تأمل میکنید اگر خوب دقت کنید ببینید این خانواده با اون خانواده دیگر متفاوته، یه فضا و جو خاصیه. نهاد خانواده کوچکترین نهاد جمعی و اجتماعیه، این خانواده با اون خانواده متفاوته، اون دوتا خانواده با خانواده دیگر. تو هر جو خانوادگی که میرید فضای متفاوتی حاکمه. بله ممکنه که خیلی از خانواده ها در یک طیف قرار بگیرن، خیلی از خانواده های دیگه در یک طیف دیگری قرار بگیرن، بعضی ها نزدیکتر به هم باشن، ولی اگر شما دقت بکنید شاید نتونید دو تا خانواده پیدا بکنید که به لحاظ فضا و جو حاکم بر اونها کاملا یکسان باشن. هویت جمعی، هویت جمعی خیلی مهمه. همین معنا حتی در ارتباط با محله ها هم هست. همین اخیرا داشتم خدمت برقی عزیزان عرض می کردم تو همین تهران شما نگاه بفرمایید مزاج جمعی محله ها با هم دیگه فرق می کنه. وقتی انسان وارد یک فضایی میشه کاملا متفاوته. شما وارد فضای دانشگاه میشید فضا متفاوته تا بیرون دانشگاه، وارد فضای مسجد میشید متفاوت از باقی، میان مؤمنین قرار میگیرید فضا متفاوت است تا در جای دیگه قرار میگیرید. مثلا اگر یه مسافرتی داشته باشید به قم، وارد حوزه علمی قم بشید اصلا فضا متفاوته. یه چیزهایی را برای انسان تداعی میکنه، انسان در یه جوی قرار میگیره، در یه فضایی قرار میگیره. این همون هویت جمعی و تأثیر هویت جمعی هستش. همون بحثایی که ما راجع به مسئله حقیقت فرد، حقیقت رشد و تربیت، راجع به مسئله هویت فردی میگفتیم، همونها راجع به هویت جمعی هم مطرح است. هویت جمعی همش به بروزات ظاهری نیست، یه عمق فرهنگی داره، یه لایه‌های عمیقی داره که اون لایه‌های عمیق این بروزات و رفتارهای ظاهری را در خودش نشون میده. شما جامعه ایرانی رو نگاه بکنید، جامعه ایرانی به نحو هویت بنیادین جوهری مذهبی و دینیه. این نتیجه صدها سال تلاش عالمان دینی، تبلیغها و برنامه‌های متنوعی است که انجام شده تا این جوهره شکل گرفته. یعنی اخیراً یک عزیزان تحریریه مجله سوره ما خدمتشون رسیده بودیم، اونا یه سوالی مطرح کردن، گفتن چرا سر ماندگاری انقلاب اسلامی چیه؟ حالا بعضی ها شوخی میکنم میگن سر ماندگاری جمهوری اسلامی با این همه ضرباتی که خودمون بهش میزنیم چیه؟ سر ماندگاری جمهوری اسلامی چیه؟ عرض بنده اونجا این بود، سر ماندگاری جمهوری اسلامی برمیگرده به جوهره عمیقا مذهبی و دینی جامعه ایرانی. این جوهره مذهبی و دینی جامعه، اون فرهنگ بسیار لایه‌های زیرینی که به تدریج در طول قرن‌های متمادی
تلاش‌های عالمان، تلاش‌های نسل‌های گذشته ما، اجداد ما در آیین‌های دینی، در نماز، در روزه، در شنیدن‌ها، در بحث کردن‌ها، در کتاب، در تاریخ، همه اینا در آثار، در نوع شهرسازی‌ها، همه اینها یه جوهره دینی ساخته. این جوهره دینی خودشو بروز میده، در هنر بروز میده، در بازار بروز میده، در خانواده‌ها، در نهاد خانواده بروز پیدا میکنه، در پوشش، در همه چیز بروز پیدا میکنه، در حکومت بروز پیدا میکنه. شما میبینید این نهاد دینی نهضت سربداران رو درست کرد، مسئله صفویه رو درست کرد، انقلاب مشروطه رو درست کرد. انقلاب اسلامی فوران اون هویت جوهر شناختی جامعه ایرانیه. اگر اون واقع نمیشد یه زمانی میشد. اون هویت هستش که بروز میکنه و این ساحتها را در لایه‌های ظاهری تر نشون میده. خب شما میخواید یک جمعیتی رو عوض کنید، یه جامعه رو عوض کنید، چجوری باید شروع بکنید؟ باید از مسائل ظاهری شروع بشه. این جامعه عمیقا دینیه، مذهبیه. از کجا باید شروع کرد؟ تربیت از کجا شروع میشه؟ تربیت از لایه‌های ظاهری. یه خانواده رو شما در نظر بگیرید، این خانواده رو میخواید از یک وضعیت به یک وضعیت دیگر تبدیل بکنید، فرق نداره در جهت مثبت باشد یا منفی باشه. ابتدا باید روی ظاهر کار کرد. این ظاهر آرام آرام لایه به لایه تأثیر گذاره. ابتدا مثلا باید فرض کنید اگر زبان و لغت ترکیه، باید این به شکل لاتین بشه. ظاهر تغییر میکنه اما در رده ظاهر باقی میمونه، یواش 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 عمر خودشون نشون میده. بسیاری از کسانی رو که با این جوهر دینی در جامعه ایرانی موافقت ندارن، دشمنانی رو که در بیرون داریم، بسیاری از کسانی در درون هستن، اینا وقتی میخوان جوهر دینی جامعه اسلامی رو متحول بکنن، بر اساس این اصل تربیت از ظاهر شروع میشه. شما میخوای جامعه رو اصلاح بکنی؟ من یه مصاحبه خونده بودم از بعضی از محققین راجع به جامعه ژاپنی. در اون توضیحاتی که این بنده خدا داده بود، گفته بود اینها اونی که براشون مهمه اینه که چجور راحت تر زندگی کنن، چجوری آسایش داشته باشن. شما میدونید کشوری که بیشترین آمار خودکشی رو داره ژاپنه. مهم برایشون چجوری آرامش داشته باشن. من داشتم فکر میکردم، گفتم تو این جامعه خیلی خوب میشه نفوذ کرد، چون مسائل فراوانی در آموزه‌های دینی وجود دارد که آرامش بخشه بسیاری از رفتارها. من به بعضی از رفقامون این سفارش میکردم که شما بیاید یک کار تحقیقی بکنید راجع به تمام آموزه‌های دینی که ذاتاً نشاط آوره، ذاتاً انسان را به سمت آرامش سوق میده. اگر شما اینها را در اون، لازم نیستش که پشتوانه‌های عقیدتیش رو بگید، بذارید ظاهر تغییر بکنه. حتی تو برخی از اینا دیدید دیگه، مثلا یه تجربه حجاب شما داشته باش، یه خیلی سطحیه ولی از این سطح شروع میشه، آرام آرام لایه به لایه اتفاقات دیگر میفته. یه کسی شما میبینید تا حالا اصلا قرآن رو ندیده، اصلا کافیه که فقط همین قرآن رو مشاهده بکنه یک بار، یه اتفاقاتی در درون میفته. تصاویری که انسان مشاهده میکنه خونسان نیست نسبت به تأثیر گذاری در انسان، صداهایی که انسان میشنوه خونسان نیست در تأثیر گذاری در انسان. به تدریج به مرور زمان، ولی بحثی داریم تجدد امثال، یعنی اینا که کنار هم میاد مثل همه، آدم فکر میکنه تغییر نکرده ولی تغییر کرده. کی معلوم میشه؟ وقتی که فاصله زمانی طولانی بشه. فاصله زمانی که طولانی میشه آدم متوجه تغییر میشه. اینا مثلهای خیلی مشابه همه، کنار همه، انسان متوجه نیست.
حرکت جوهری صدر متعلین، ما لحظه به لحظه از منظر صدر متعلین داریم تغییر میکنیم، کل هویت ما داره عوض میشه لحظه به لحظه، ولی ما متوجه احساس ثبات میکنیم. علتش اینه که اینایی که کنار هم دیگه است بسیار شبیه به همه، در حالی که داریم تغییر میکنیم. اگر یک مجموعه ای را، یک نهادی را، یک خانواده ای را، یک جمعیتی را، یک حزبی را، یک مجموعه بزرگتری را، یک جامعه ای را شما میخواید تغییر بدید، میخواید بسازید، چجوری باید بسازید؟ میخواید تغییر بدید، چجوری باید تغییر بدید؟ من گاهی مثال میزنم به شهرهای جدید تأسیس. خیلی بیبنیه است، روح نداره اصلا، نه قبرستانی داره، نه امامزادهی داره، نه چهار تا شهید داره، نه اصلا نه تاریخ داره، نه بزرگانی داره، نه آثار باستانی داره. اینها اون هویت جمعی رو میسازه، اینها به انسان هویت میده. در اونجا وقتی در اونجا قرار میگیره توی فضای خاصیه، به چیزهایی دعوت میشه، چیزهایی سهل است به سمتش رفتن، چیزهایی سخت است به سمتش رفتن. این هویت جمعیه. چجور باید تغییر بکنه؟ از سطح ظواهر باید شروع بشه. این تغییری که در جوامع دینی از جمله در ایران اسلامی ما آغاز شد، نه مال الان، این از همون زمانی ازش فرهنگ و تمدن غرب شروع کرد کشورهای شرقی رو تهاجم بکنه، از همونجا شروع شد. ولی اونا میفهمن چجوری باید عمل بکنن. اول مسئله سطوح ظاهری و لایه‌های ظاهری سبک زندگی. یه مصاحبه یقیناً با همین رسانه اوزوی داشتیم در ارتباط با همین وقایع و اتفاقات اخیر. تحلیل ها چیه؟ تحلیل های مختلفی مطرح شده. عرض من در اونجا این بود که گرچه ما بستر عمومی مشکلات اساسی مثل اقتصادی، مثل ضعف در عدالت، مثل تبعیض ها و امثال این ها هست، این به نحو عمومی هست، اما اون چه که این دفعه اتفاق افتاد حقیقتش چی بود؟ اونی که این دفعه اتفاق افتاد حقیقتش چی بود؟ اون چیزی که این دفعه اتفاق افتاد مسئله سر سبک زندگی بود. اون بسترها هست، چطور مردم خیلی همراه نشدن، یه فضای خاصی بود، عده خاصی. آمارها که می اومد در همین شهر تهران و قسمتهای بالا شهر بیشتر مسئله بود. اینهایی رو که تو این فضاها بودن متفاوت بود. در همین دانشگاه بسیار شریف شریف که حقیقتا شریفه، شما اون فضاهایی که شکل گرفت، شعارهایی که داده شد و اون مطالباتی رو که عرضه شد، اینها چی بود؟ همه اینا شما بررسی بکنید چه چیزیه؟ مسئله سر سبک زندگی بود، دعوا اینجا بود. حالا چیزایی که در درون باعث شد، چیزایی که در بیرون باعث شد، هر چی بود، مسئله اینه که اگر بخواد جوهر دینی جامعه ایرانی تغییر بکنه، اون مزاج بنیادین عوض بشه، جوری بشه که خود این جامعه متمایل باشه این دست از ظهورات و بروزات رو از خودش داشته باشه، این باید از سطح ظاهر تغییر حاصل بشه. در مسئله حجاب ببینید چجوری کار میشه. میگه آقا حجاب اجباری یا اختیاری؟ بحث سر حجاب اجباری یا اختیاری نیست. بحث سر خود کلمه حجاب هم که گفته میشه بار، بحث سر پوشش قانونمند است یا ولنگاری در پوشش است، کدوم یک از اینها. شما نمیتونی حد و مرز قائل بشی. من از یکی بزرگان این جمله رو شنیدم، از فقهای بزرگ ازشون پرسیدن که بالاخره باید حجاب با این لفظ اجباری باشه یا نباشه. ایشون فرمود عقلا باید یه حد داشته باشه، چون اگه حدی تعیین نشه کجا وایسته، کجا باید قرار بگیره؟ اگر نظرسنجی اینجا رو باید قبول بکنی، اونم باید قبول بکنی. فردا اگه اومدن گفتن که مثلا بر فرض مثال یک عمل بسیار غلط دیگری رو هم این جامعه کوچیک علاقمنده، بیایم نظرسنجی بکنیم، منطقا نمیشه جلوش ایستاد، معنا نداره. ما میفهمیم چه اتفاقی میخواد بیفته. تغییر در ظاهر در حد ظاهر نمیمونه، آرام آرام
زندگی ها عوض میشه، اندیشه ها تغییر میکنه، تحولات بنیادین رخ میده. همین جامعه ای رو که تا کنون نسبت به شعائر مذهبی اینگونه بود، نسبت به غیرتش اینگونه بود، نسبت به ناموسش اینگونه بود، کار به حدی رسید که رسما اعلام کردن، گفتن اصلا ما مسئلهمون بحث سر نمیدونم روسری و امثال اینها نیست، بحث این است که مفهوم ناموس باید عوض بشه و برداشته بشه. ظاهرش از اینجا شروع میشه ولی لایه به لایه عمیق‌تر میشه، لایه به لایه به عمق میرسه. اگر ما بخواهیم جامعهمون رو حفظ بکنیم قطعا باید شیوه ها عالی و کامل باشه، اینا بحثی نیست. در خود اسلام هم احکامی رو که قابل اجرا نبود رسول گرامی اسلام تلاش های وسیع می کردن، وقتی قابل اجرا می شد می فرمودن. اون بحث مهمیه، اینا بحث های جامعه شناختی، بحث های بنیادین مهم می داره، اینا رو با توجه بکنیم. اگر حکمی آماده برای باید کار کرد، ولی نه اینکه رها بشه. ما مسئله همین پوشش های ظاهری، همین مسئله حجاب، همین بحث شعائر، یواش یواش به طرف همین شعائر مذهبی هم میان، انواع فعالیت ها، انواع کارها، همین هم زمزمه ها شما میشنوید، اینها هم یواش یواش تخریب خواهد شد. به چه نیت؟ به نیت اینکه اون مغز ایمانی جامعه صدمه ببینه. مغز ایمانی جامعه صدمه دید، اونجا دیگه خود این جامعه با تمام حدت و شدت و میل و شوق به سمت مظاهر وهمانی حرکت میکنه. تعبیر امام اینه، کل تمدن غرب، من از این تحلیل عالی تر راجع به تمدن غرب ندیدم، کل تمدن غرب تمدن وهمانیه. من اصطلاح وهم رو اینجا توضیح ندادم، اگر توضیح میدادم عزیزان تصدیق میکردن. کل تمدن غرب در این لایه است. ما کجا هستیم؟ باید بحث کنیم، ما کاری با این نقطه نداریم، بحث های مصداقیه. مسئله روی این نقطه است. اگر این ظواهر تغییر بکنه، چرا تشبه به کفار در اسلام حرامه؟ چرا در پوشش، چرا در رفتار، چرا در کردار، چرا اینها اشکال داره؟ آیا صرف این که این ظاهر درست بشه کافیه؟ نه، ارزشی نداره. تمام جامعه با حجاب بشن، تمام جامعه یک سر بشه شعائر دینی، اما مغز نداشته باشه. من بارها عرض کردم گاهی از اوقات افراد از اون ور میفتن، مثلا میبینن یک اندیشمند عمیقی در خونه خودش نشسته، سالیان سال داره تحقیق میکنه، برای بعضی سوال میگیم چه دردی میخوره این فیلسوفی که تو خونه خودش افتادی داره کار میکنه، این به چه دردی میخوره؟ اونی که صاحب آثار است، مثلا اهل منبر، اهل مدعایی، ببینید چه شورهای عظیم ایجاد میشه. اینو توجه داشته باشیم. اگر جامعه صرفا بشه شور، بشه هیجان، اون مغزش ضعیف بشه، با یک حجمه فرهنگی از دست میره. در جای دیگه هم اتفاقات افتاد. چرا در ایران اینا موفق نیستن؟ علتش اینه که علمای بزرگ سالیان سال کار کردن، اندیشه های صدرالمتعالین 400 سال الان پشتوانه فکری و تحلیلی جامعه دینی ماست. میخواد جامعه دینی بداند یا نداند، ارزش کار او فوق‌العاده است. بنیان‌ها رو داره حفظ میکنه. تلاش چیه؟ تلاش این استش که این سطح ظاهر مسائل به هم بریزه، آرام آرام اون هویت‌های لایه‌های عاطفی جامعه تغییر پیدا بکنه، در نهایت منجر بشه به ضعف ایمانی کل جامعه. ضعف ایمانی کل جامعه که بشه، اتفاقات مهم و اساسی خواهد افتاد، اونها رو دنبالش هستن. لذا توجه به شرایط، توجه به آیین‌های ظاهری، تأمل در مسئله حجاب، هیچ نباید در مسئله حجاب و پوشش کوتاه اومد، اما معناش خشونت و اینها واقعا نیست. شما شرایط امر معروف و نهی از منکر رو ببینید،
من یه نکته رو اینجا عرض بکنم، امر به معروف و نهی از منکر رو که اینقدر رو سرش میکوبن خودشون به اعلا وجهن دارن انجام میدن. اصلا امر به معروف و نهی از منکر یه امر عقلیه، تمام دنیا داره انجام میده. منتها فرق در اینی که معروف چیه منکر چیه، مسئله در اینجاست. در اصل امر به معروف و نهی از منکر کسی اختلاف نداره در دنیا. در همین اتفاقات اخیر شما ملاحظه بفرمایید تمام مراتب امر به معروف و نهی از منکر رو اونا انجام دادن. تبلیغاتش، فشار و حجمه روانیش، مگر در اسلام نداریم؟ اگر کسی معصیت کاره با وجوه مقفره باش برخورد بکنید، خیلی تحویلش نگیرید. این معناش چیه؟ اونها به اشد وجه دارن مسئله امر معروف و نهی از منکر را اجرا میکنن، به ما میگن که شما امر معروف و نهی از منکر نکنید. عجیبیه. من راجع به شیوه ها باید کشور تصمیم بگیره راجع به این مسئله، ولی در اصل مسئله امر به معروف نهی از منکر به همه لایه‌هاش، فقط امر نداره، فقط به همین لایه بحث داره. الان باید دانشگاه شریف بلند میشد، فریاد میزد، تعصب برقرار میکرد راجع به بی‌عدالتی، راجع به تبعیض، راجع به مشکلات تر میداد. اینا دانشمندان ما هستن، اینا نخبگان ما هستن. ببینید مشکلات واقعی کجاست، اونها رو حل و فصل بکنید به جاش تمرکز روی این نقطه. اینجاست که انسان شک میکنه، انسان تردید میکنه مسئله چیه، چه خبره، چی کار میخواد انجام بشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها، من این نقل رو خیلی وقت شنیدم، حالا جدید ندیدم که گلریز کاریا خدمتتون بگم، این اواخر عمرشون بود، یه نگرانی داشتن. نگرانیشون این بود که من بعد از اینکه از دنیا رفتم و من رو تابوت گذاشتن، من حجم بدنم معلوم میشه. برای بعد از وفاتشون این نگرانی رو داشتن. اگر اشتباه نکنم سلمان پیشنهاد داد در مناطق ما یه تابوت های مرسوم استش که مثل هودج مانند بدن انسان. خیلی فاطمه زهرا خوشحال شد. مواظب باشیم این مسئله غیرت را از جامعه ایرانی نبرن. این اگر بره فقط این نیست، ایمانم پشتش خواهد رفت، اتفاقات مهمی پشتش میفته. فاطمه زهرا فرمودن که وقتی این اتفاق افتاد خیلی خوشحال شدن. عرض کردن ریزیکاری رو شدن در خاطر ندارم. مسئله حجاب و عفاف، بحث حجاب و عفاف این که مطرح می کنن، توجه داشته باشید بعضی میگن حجاب این عفاف نیست. کاملا این حرف درسته. چه بسا حجاب هایی که توش عفاف نیست، چه بسا بی حجابی هایی که توش خلاف عفاف نیست، ولی حجاب مقدمه ذاتی عفافه. ممکنه کسی ریا بکنه، ممکنه کسی تظاهر کنه، ممکنه کسی بخواد منافقانه رفتار بکنه، اما قشنگ میشه اینا رو بررسی کرد. حجاب مقدمه عفافه، ضعف در حجاب، بی‌حجابی مقدمه خلاف عفافه. واضح این مسئله، باید اینها رو محاسبه بکنیم، توجه داشته باشیم در نهاد خانواده، در اجتماع، در همه جمع ها. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از کارهای اساسی که در آخر عمرشون انجام دادن وصیت به این بود که قبر من پنهان بمونه. ماجرایی داره، مفصلم هست. احتمالاً حضرت فاطمه زهرا حدود عصر به رحمت خدا رفتن. وقتی که حضرت به شهادت رسیدن، اصلا مدینه مثل اون روزی شد که رسول الله از دنیا رفتن. همه جا سجده، گریه، عشق. دسته دسته خانم ها می اومدن در خانه امیرالمومنین، عذیت می گفتن، عشق می گفتن، گریه می کردن. دسته دسته آقایون می اومدن، عذیت می گفتن، تسلیت می گفتن. از جمله اون دو نفر هم آمدن به امیرالمومنین تسلیت گفتن، تعزیت گفتن و بعد اینو گفتن.
گفتن مبادا در مسئله نماز خوندن بر ما سبقت بگیری. میدونستن مسئله چیه، شأن حکومت رو باید حفظ کنیم. ابوذر اومد بیرون صدا زد که مسئله تدفین عقب افتاده، آیون برن، خانوما برن. همه گمان کردن که فردا انجام میشه. وقتی که جمعیت رفتن متفرق شدن، امیرالمومنین بر اساس وصیت‌های فاطمه زهرا که شروع کرد به غسل دادن حضرت، شروع کرد به فرق کردن حضرت، دادن که آماده شد. اون وقتی که دیگه روایت داره وقتی همه چشم‌ها دیگه به خواب رفت، دیگه سنگینی بر مدینه که حاکم شد، اون وقت بدن نازنین فاطمه زهرا رو چند نفر بردوید، خیلی لاغر شده بود، تقریبا چیزی غیر از استخوان و پوست نبود. روی تابوت نگه داشتن، چند نفر بلند کردن، یه چند نفرم تشییع جنازه کننده داشت، حسن و حسین و اینها. من نشنیدم توی این روایت ها که مثلا زینبم آمده باشه، ظاهرا دخترها نیامدن. اینا حرکت کردن. حالا جای دفن کجا بود؟ آیا بین منبر و روضه در واقع رسول الله بود یا در داخل خانه بود؟ ظاهرش این حرکتی انجام شد اینجا، یا در بقی بود. وقتی که حضرت من اینجاشون رو عرض کنم، وقتی که حضرت رو دفن کردن، در تاریخ هستش که 7 قبر حضرت درست کرد یا بیشتر، چون میدونست که اینها نفش قبر میکنن. 7-8 قبر درست کرد برای اینکه گم بشه مسئله قبر فاطمه زهرا. صبح شد، مردم دیدن که تشییع جنازه شده، دفن شده، قضا اونم همه پیچید در شهر. به مسئله اینجوری ازش خبرم به این دو نفر رسید، یکی به دیگری گفت نگفتم که اینا کار خودشونو میکنن؟ یواش یواش یه زمزمه های انداختن شیاطین بین جمعیت که ما باید نفش قبر بکنیم، اینا رو دنبال بکنید، نفش قبر بکنیم، باید بدن فاطمه زهرا بیاد بیرون، ما نماز بخونیم، بعد از نماز دوباره دفن بشه. این خبرها رسید به گوش امیرالمومنین. اگر فرصت بود من متن رو می آوردم براتون بخوندم، خیلی عالی بود. خبرها به امیرالمومنین رسید، نوشته تاریخ که امیرالمومنین قبای زردش رو که معمولا در جنگ ها می پوشید به بدن کرد، ذوالفقارش رو در دست گرفت، خون چشم های حضرت رو فرا گرفت، حرکت کردن و یکی گفت که علی ابن ابی طالب داره میاد با این وضع. وقتی اومد در بقی و جمعیت رو دیدن، یکی از اونها گفت که یا علی ما حتما نفش قبر میکنیم. امیرالمومنین دست بود لباسش رو گرفت، اونچنان او رو بر زمین کوبید، فرمود من اگر تو اون مسائل کوتاه اومدم برای این بود که مردم مرتد نشن، از اسلام بر نگردن. اگر سنگی جا به جا بشود از این قبرهای 7 اون وقت زمین رو از خون شما پر خواهم کرد. اولی اومد گفت که یا علی عصبانی شما کاری که شما رو ناراحت بکنه انجام نمیدیم. ولی واقعا این سوال من خیلی سال پیش به برخی از عزیزان میگفتم این سوال رو چجور باید علمای بزرگوار اهل سنت هم، چرا باید قبر فاطمه زهرا مخفی باشه؟ برای چی باید مخفی باشه؟ این رمزی نیست؟ این نکته ای نیست؟ این پیامی نداره؟ وقتی که فاطمه زهرا اون لحظات آخر عمرشون شد، امیرالمومنین رو به کنارشون فرا خواندن، گفتم من یک چیزایی تو دلم هست و سایه‌ای دارم میخوام اینا رو بهت بگم. امیرالمومنین بالای سر فاطمه زهرا نشست و بچه‌ها و اینا افرادی که بودن رو از خانه دور کرد. فاطمه زهرا عرض کرد آقا جان من میخوام وصایایی داشته باشم. یه نکته ای اول گفت که جگر امیرالمومنین رو سوزون. گفت آقا جان من این چند سالی که در محضرت بودم آیا تخلفی کردم، دروغی گفتم، خیانتی کردم، امرت رو انجام ندادم؟ شما اون جملاتی که من با
حافظم ضعیفه، اگر میخوندم براتون خیلی عالی بود. جملاتی که امیرالمومنین میگه معلوم شد چجور امیرالمومنین تا مغز استخوان سوخت. تو شریفتر از آن هستی که من بخوام این خیال رو در باری تو بکنم. عزای تو برای من قابل تحمل نیست. جملات عاشقانه ای حضرته علی بن ابی طالب مطرح کردن. تاریخ نوشته بعد از اینکه این جملات مطرح شد ساعتی اینا با همدیگه گریه کردن. بعد گفت که علی جان اینا سفارشات منه، بعد از من ازدواج بکن. و این رجال لابد لهم من النساء. توی یک نقل دیگه داره اما به این محتوا، اما بچه های من رو فراموش نکن. نقل جور دیگری بود، من محتواشو عرض کردم. بعد فرمود علی جان سفارش من این استش که اینایی که به من ظلم کردن در تشییع جنازه من نباشن. من و شبا اون جملات معروف کفنی باللیل غسلنی باللیل دفنی باللیل، من و شبانه اون وقتی که همه چشما خوابیده من اون موقع دفن کنم. خیلی فاطمه زهرا در اینجا زیرکی به خرج داد. امیر المومنین وقتی به شهادت رسید تا سالیان سال قبرش مخفی بود، چون نفش قبر می کردن، جسارت می کردن. علامتش هم اینه که وقتی فرزندشون امام حسن مجتبی سلام الله علیه ها خواستن جنازهش رو دفن کنن، چه بر سر این جنازه آوردن. مرحوم عاشق عباس قمی میگه وقتی جنازه رو تیرباران کردن، جنازه رو که آوردن بیرون دیدن 70 تیر بر بدن نشسته. اما خوب کاری کردن که اونا مخفی کردن. یا فاطمه زهرا خوب شد که جنازه مخفی شد. وقتی که ابا عبدالله الحسین روی زمین کربلا افتاد، اینا چیکار کردن؟ اومدن رو سینه ابا عبدالله الحسین نشستن، سر از بدن جدا کردن. خب تمام شد؟ نه. من ینتدب للحسین ان یواطی صدره او بعد زهره. چه کسانی داوطلب میشن اسبهای تازه نعل شده را بر جنازه نازنین ابا عبدالله الحسین بدوانه. لا لعنت الله بر قوم الظالمین. بسم الله الرحمن الرحیم.